سلام به همراهان همیشگی کانال فارسی نت. خیلی ممنون که در این ویدیو هم ما را همراهی میکنید. در این ویدیو میخواییم داروهای خانگی برای درمان سریع خارش واژن را بهتون بگیم. پس همراه ما باشید. زنان در تمام سنین هر از گاهی از خارش واژن رنج میبرند. خارش، سوزش یا تحریک در ناحیه حساس مانند واژن میتواند بسیار ناراحت کننده باشد. سوزش و خارش واژن مشکلی است بسیار جدی که بایستی درمان شود. از آنجایی که ناحیه تناسلی میتواند بستر انواع میکروب ها و بیماری های جدی باشد، درمان خارش واژن و سوزش را دقیق انجام دهید. در حقیقت خارش واژن مشکلی است که هر خانومی یک بار در عمر آن را تجربه میکند و میداند این مشکل بسیار سخت و غیر قابل تحمل است. خارش واژن را به روش های مختلف می توان درمان کرد. در میانه صدها راه های درمان خارش واژن در این بخش از فارسینت سراغ درمان های خانگی و گیاهی خارش واژن رفته ایم که بی خطر و بی عوارض هستند. برخی از علل شایع خارش، سوزش و تحریک در ناحیه واژن و اطراف آن عبارتند از عفونت باکتری ها یا مخمرهای بیماری های منتقله از راه های آموزش جنسی یا استگی و مواد شیمیایی. عفونت های پوستی واژن نیز می توانند باعث خارش واژن شوند، هرچند که این نوع از عفونت در کودکان رایج است. استرس بیش از حد و سیستم ایمنی ضعیف می تواند احتمال رنج از این مشکل ناراحت کننده را افزایش دهد. علاوه بر خارش و سوزش، قرمزی و تورم هم می تواند در داخل واژن وجود داشته باشد. ترشحات واژن و بوی تند نیز ممکن است وجود داشته باشد. اغلب اوقات زنان در طول ادرار کردن یا مقاربت نیز ناراحتی دارند. درمان‌های سریع خارش واژن و سوزش واژن در خانه. 1. آلوورا. آلوورا غنی از ویتامین C و آمینو اسید و دیگر مواد معدنی ضروری برای بدن هستند. ژل آلوورا سلولهای آلوده را نابود می کند و همچنین نوشیدن منظم آب آلوورا سیستم ایمنی بدن را تقویت و کاندیدای رشد میکروب و عفونت را در بدن شما کاهش می دهد. برای درمان خارش و سوزش واژن مصرف موضعی ژل آلوورا در ناحیه تناسلی یکی از نسخه های عالی طب سنتی برای درمان خارش واژن است. 2. سیر. مصرف سیر به طور مرتب فاکتورهای ایجاد میکروب و عفونت را در بدن نابود می کند و به تبع از بروز بیماری های عفونی جلوگیری می شود. برای درمان عفونت و خارش واژن می توانید حبه ای از سیر را داخل یک گاز تمیز بگذارید و مثل یک تامپون در دهانه حفره واژن قرار دهید تا با از بین بردن عفونت واژن منجر به درمان خارش واژن شود. روغن سیر هم مؤثر است. چند قطره از روغن سیر را با یک قاشق چایخوری روغن ویتامین E رقیق کنید و به محل بمالید. بعد از 10 دقیقه آب بکشید. تکرار 2 بار در هفته با این روش خارش واژن را درمان می کند. 3. آب زغالخته. روزی 2 لیوان آب زغالخته شیرین نشده بنوشید تا زمانی که خارش رفع شود. اگر آب زغالخته در دسترس نیست، می توانید قرصای آن را 2 بار در روز مصرف کنید. برای دریافت دوز مناسب با پزشک خود مشورت کنید. 4. روغن پونه کوهی. یکی از نسخه های گیاهی قدیمی برای درمان مشکلات عفونی واژن و درمان خارش واژن استفاده از شاخ و برگ پونه کوهی است که به صورت های مختلف می توان استفاده کرد. می توانید شاخ و برگ پونه را داخل آب بجوشانید و سپس آن را از صافی رد کرده و مایع به دست آمده را داخل وان حمام ریخته و به مدت 20 دقیقه داخل آن بنشینید تا با تماس واژن با این محلول بتوانید خارش واژن و عفونت‌های ناحیه تناسلی زنانه را درمان کنید. 5. چای گیاهی. چای و دمنوش تهیه شده از گیاهان دارویی مثل دارچین یکی از درمان‌های گیاهی و طب سنتی برای درمان خارش واژن است. 6. سرکه سیب. سرکه سیب درمان مناسبی برای خارش واژن است. برای رفع سوزش و خارش کافی است 2 قاشق از سرکه سیب خالص و تصفیه نشده را داخل 1 لیوان آب گرم مخلوط کنید و روزانه 2 بار واژن را با آب شستشو دهید. روش دیگر، 1 قاشق سرکه سیب را به همراه 1 قاشق عسل داخل 1 لیوان آب گرم حل کنید و مثل نسخه قبل روزانه 2 مرتبه واژن را با این محلول شستشو دهید. 7. برگ‌های گیاه چریش. برگ‌های گیاه چریش را در 2 تا 3 فنجان آب تصفیه شده بجوشانید. آن را صاف کنید و اجازه دهید تا سرد شود.
از این محلول برای شستجوی ناحیه واژن یک بار در روز برای چندین هفته استفاده کنید. یا اینکه چند قطره روغن گیاه چریش را به یک کاسه ولرم اضافه کنید و دو بار در روز برای چند هفته از آن برای شستشوی واژن خود استفاده کنید. شما همچنین می توانید چای گیاه چریش را چند بار در روز مصرف کنید یا پس از مشاوره با پزشک کپسول گیاه چریش را مصرف کنید. 8. کفیر. برای عفونت واژن یک تامپون را در کفیر فرو کنید و آن را به مدت 2 ساعت در واژن قرار دهید. این کار را 2 بار در روز انجام دهید تا مشکل شما حل شود. همچنین برای چند هفته روزانه 1 تا 2 فنجان کفیر بنوشید. عسل طبیعی را به عنوان یک پماد در منطقه آسیب دیده اعمال کنید. آن را حدود 30 دقیقه بگذارید بماند، سپس حمام آب گرم بگیرید. این کار را حداقل 2 بار در روز تکرار کنید تا علائم بهبود بیابد. همچنین 2 بار در روز 1 تا 2 قاشق غذاخوری عسل همراه با 1 لیوان آب گرم بخورید. 9. اسید بوریک. مقداری اسید بوریک را با آب رقیق کنید، محلول را در منطقه آسیب دیده اعمال کنید، آن را برای 1 تا 2 دقیقه نگه دارید، سپس آن را کاملا با آب گرم بشویید. از این درمان برای چند هفته 1 بار در روز استفاده کنید. 10. کمپرس یخ. تکه یخ را داخل یک پارچه تمیز بپیچید، برای چند دقیقه آن را روی واژن قرار دهید. بعد از دقیقه آن را برداشته و بعد از گذشت 30 ثانیه دوباره تکرار کنید. این روش برای درمان سریع خارش واژن است. 11. آب و نمک. برای درمان خارش واژن با آب و نمک بایستی 1 قاشق غذاخوری نمک را داخل 1 لیوان آب حل کنید و برای شستشوی واژن از آن استفاده کنید. این روش به سرعت خارش واژن را تسکین می دهد. همچنین می توانید 1.4 فنجان نمک را داخل وان پر از آب گرم حل کنید و به مدت 10 الی 15 دقیقه داخل آن بنشینید. این کار را 2 بار در روز تکرار کنید که به سرعت خارش واژن را درمان می کند. نکته: اگر حساسیت پوستی یا زخمی در این ناحیه دارید از این نسخه استفاده نکنید. 12. ماست. 1 تامپون آغشته شده به ماست را داخل واژن خود قرار دهید تا خارش واژن را متوقف کند. همچنین خوردن 1 فنجان ماست در طول روز به درمان خارش واژن کمک می کند. در آخر نکاتی اضافه برای کاهش درمان خارش واژن بهتون میگیم. ناحیه واژن را تا حد ممکن خشک نگه دارید. رطوبت در اطراف واژن شرایط را بدتر می کند. بهداشت کافی را رعایت کنید تا از خارش واژن جلوگیری کنید. بعد از استفاده از توالت همیشه از جلو به عقب خود را خشک کنید. فقط لباس زیر پنبه‌ای بپوشید و آن را 2 بار در روز عوض کنید. در صورت امکان تا زمانی که خارش از بین برود بدون لباس بخوابید. از سونای بخار، پدای بهداشتی عطری و سایر مواد شیمیایی اجتناب کنید. از صابون تند برای شستشوی واژن استفاده نکنید. همچنین در برابر وسوسه خاراندن ناحیه خارش مقاومت کنید. تا زمانی که خارش متوقف شود، از مقاربت اجتناب کنید. پس از تمرین یا شنا بلافاصله دوش بگیرید. خوردن غذاهایی با ویتامین C برای تقویت سیستم ایمنی بدن را فراموش نکنید. از خوردن مواد غذایی قندی اجتناب کنید. امیدوارم از این ویدیو ما خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. شب روزتون خوش.